سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزانی که نشستن پای برنامه گفتگو. خدا رو شکر که یه وقتی به پیش اومد، یه شانسی پیش اومد که با یه برنامه دیگه از برنامه چای غم‌پهلو توی برنامه گفتگو از شبکه جهانی ریملند در خدمتون باشیم. خیلی ممنون که مثل همیشه ما رو حمایت میکنید، با ما هم قدم و همگام هستید. امروز یه مهمون ویژه داریم، یه مهمون عزیزی که قدم رنجه کردن و اومدن تو برنامه خودشون، آقای آشوری، آقای حمید آشوری. دیگه فکر کنم نیاز به معرفی ندارم، همه ما با چهرهشون توی فیسبوک، ایشون خیلی فعالن توی کانون ایرانیان. خلاصه هر جایی که یک جامعه ایرانی یه فعالیتی داره حتما آقای حمید آشوری اونجا هستن. بدون مقدمه یه سلامی خدمتشون عرض میکنیم و ازشون میخوام که یه پیش زمینه و یه تاریخچه و یه سلام علیکم با شما داشته باشن. بفرمایید. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و تشکر میکنم از دستان در کانال تلویزیون که این فرصت رو به من دادن. امیدوارم این گفتگو اونقدر جذاب باشه براتون که تا آخرش نگاه کنین و قطع نکنین. نه قطع نگاه. یه معرفی کوتاهی حمید کرد از من و خب کسایی که تو فیسبوک هستن توی ویکتوریا معمولا یه جورای به قول معروف هم با چهره شما، هم با صدای شما، هم با پستای شما، هم با فعالیتای شما آشنا هستم. اذیتشون کردین دیگه. بله. خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. آقای آشوری، قبل از هر چیزی شما تقریبا هر چی معلومه میخوام بگم در شما در کجا فعالین، تقریبا همه جا فعالین، ولی یه لیستی میشه بگین که مثلا کجا فعالیتای انجام میدین برای جامعه ایرانی؟ یه بخش از فعالیت من خب توی طبیعت گردی در ویکتوریا است که خب خیلی منو از اون طرف میشناسن. راه اندازی این گروه که 3 سال پیش صورت گرفت بنا به علاقه‌ای که خودمون داشتیم از پیش، این گروه رو اینجا راه اندازی کردیم و ادامه دادیم و تا الان هم 160 خورده برنامه اجرا شده و خیلی اومدن رفتن، خیلی اومدن و موندن. بخش دیگه از فعالیت های من در قالب کانون ایرانیان ویکتوریا صورت میگیره. از وقتی که حدود 3 سال پیش بود که من پیوستم به کانون و عضو هیئت مدیره کانون شدم و سعی کردم توی مدت در برگزاری سمینارها کمک کنم و از هموطنانی که تجربه تخصص خاصی داشتن دعوت کردیم که بیان و تجربیاتشون رو در اختیار از من که دعوت نکردیم. ما نمیدونستیم توی من متخصصی حتما بعد استقبال میکنیم. توی فیسبوک هم شما خیلی فعالیت دارین، ادمین چند تا پیج مهم هستین، یه فهرستی هم بدین چون بعضی ها ممکنه همین الان عضو این شبکه و فن پیج باشن ولی ندونن که شما ادمینش هستین. بله، چند تا گروه هست که من خودم به قول معروف ایجادشون کردم، خب طبیعتا ادمین هم هستم. یکی آرشیو استرالیا هست که الان بیش از 13,000 عضو داره. 13,000 عضو. و سعی کردیم اونجا هم باز گذاشتیم برای اینکه اعضا بیان تجربیاتشون رو در اختیار دیگران قرار بدن. و تبلیغاتی هم نیست، تبلیغاتی رو یعنی قبول نمی کنیم، پیج تبلیغاتی زیادن توی فیسبوک. گروه دیگه خب گروه طبیعتگری در ویکتوریا هست که اونم همون حدود 3 سال پیش رو اندازه شد و الان بیش از 6,000 عضو داره. حالا بعضی عضوهای حقیقی هم به قول معروف که میان تو برنامه ها میبینیمشون، بعضی هم از اکسا نگاه میکنن لذت میبرن. و بسیار عالی. گروه دیگه هست به نام کتابخانه ملبورن. بله. که در از فعالیت های کتابخانه کانون در اون گروه انجام میشه و جلسات ماهیانه کتابخانی که الان 11 هفته دیگه هست ایونتش اونجا گذاشته میشه و کتابی که در نظر گرفته میشه اونجا معرفی میشه. بسیاره. یه سوال الان بپرسم، اول بگم که خوش اومدید برنامه چای غم‌پهلو. برنامه گفتگو یه قسمتی داره به نام چای غم‌پهلو. من همیشه اینو توضیح میدم، چای غم‌پهلو یه قسمت به قول معروف کژوال تره تا رسمی تر از برنامه گفتگو، چون اینجا یه چای میخوریم و یه گپ دوستانه داریم. اینجا برنامه از جنس مردم، مخصوصا برای مردمی که توی ویکتوریا زندگی میکنن غالبا، ولی ما خب خیلی بیننده هایی داریم که در سرتاسر دنیا این برنامه رو تماشا میکنن. سوالات خیلی جدی و رسمی نیست، خیلی تکنیکی نیست،
دلمونم میخواد که از تجربیات شما، از خاطرات شما، اگه چیزی رو میدونید که به درد همه هموطنان ما میخواد که شیر کنید، اینجا به قول معروف تریبون در خیلی شما هست. من فرمت اینطوره غیر جدی رو بیشتر دوست دارم، خیلی خودم آدم خیلی جدی نیست، طبیعت گردی هستیم. خیلی خلاصه به حال مثل کمپینگی شما با صفا نیست، ولی به حال چایی داریم در خدمتون باشیم. اصل سوال من این اولش اینجا شروع میشه که حمید آشوری چقدر وقت داره که میتونه این همه کار رو با هم ران کنه؟ شما اصلا کار میکنید داره چیزی؟ اصلا کارتون همینه؟ آره سوال خوبی، این سوال تو فکر من تو ذهن خیلی از دوستان هست، حالا بعضیا پرسیدن، بعضیا فقط تو ذهنشون شکل گرفته و شاید هنوز هست تو ذهنشون. آره تو هم من شغل تمام وقت دارم اینجا و به شدت هم گرفتارم، سعی کردم که تن به اضافه کار ندم که برسم به کارهای این بری. بنابراین شغل فول تایم هم که دارم و ولی وقتای فراغت هم و وقتای خارج از کارم و یه جورای عشق و انگیزه من کشونده منو که به این سمت پیش برم و برای جامعه ایرانی اینجا که خودم دوستشون دارم و دوستای خیلی خوبی پیدا کردم و واقعا خارج از محیط کارم، هرچند الان محیط کارم همکار ایرانی داریم بره. ولی خارج از محیط کارم دیگه من عملا تو جامعه ایرانی زندگی میکنم و همه روابط و اصلا دلم نمیخواست جز خانواده شما یا بابای من اگه شما بودی من کلا ناراحت میشدم، چون وقت فرما نداشتم. شوخی میکنم. از طبیعت گردی ملبورن که فکر میکنم خیلی هم علاقه‌مندن، حالا بعضی مثل من وقت ندارن که برن بیشتر عکساشو نگاه میکنن و لایک میکنن، یه خود از طبیعت گردی اصلا این جرقش چجوری تو ذهن شما خورد؟ چی شد که به این نتیجه رسیدین که بریم بیرون با همه ایرانی؟ چه کار قشنگه، چون که به نظر من تمام کامیونیتی ایرانی وقتی میخواست یه گرد همایی چیز داشته باشه دلیل حتما سفت و سختی باید داشته باشه، بعد اینه که باید یا مثلا خیلی موزیکی داشته باشه، یه رقصی، آوازی یا یه غذایی، یه کار خاصی داشته باشه، یا اینکه مثلا مسئله اینقدر مهم باشه، سمینار جدی باشه اونطوری که گفتی که مردم جمع بشن، ولی بدون دلیل فقط دور هم باشیم. آره همونطوری که گفتم ریشش برمیگشت به علاقه ما در گذشته، که در ایران هم ما یه گروه کوچیک خودمون داشتیم که هر هفته برنامه‌های نصف روزه داشتیم، یه گروه بزرگ کوهنوردی هم که ما عضوش بودیم و برنامه های سنگین‌تر و قله های بلندتر مثل سبلان، دماوند و اینجور قله ها رو با اون گروه می رفتیم و خب از لذت های بزرگ ما در زندگی برنامه های طبیعت گردی. بسیار اینجا هم که اومدیم، خب طبیعت اینجا که می دونین چقدر زیباست، ولی خب تا وقتی که آدم جا می افته طول می کشه، حدود شاید یک سالی طول کشید کار گرفتیم و یه جورایی بالاخره کم کم جا افتادیم به قول معروف. استارت کار از پیشنهادی که از دوستان بود که مطرح شد توی فیسبوک که بیایم با هم دیگه بریم طبیعت گردی. ما تو همون یک سال اول هم کم و بیش از فرصت‌های استفاده میکردیم، حالا یا با دوستا یا خودمون میرفتیم سری میزنیم به طبیعت بالاخره. بعد دوستایی که یکی میومدن خبردار که میشدن میگفتن به ما هم بگین ما هم بیان. اینطوری شد که اولین ایونت که گذاشته شد در ژانویه 2013 و حدود 30 نفری اومدن، که البته اونجا ایونت رو حالا باید یاد کنم از خانم هانیه اخلاقی که اون ایونت رو گذاشت و اون برنامه شد استارت طبیعت گردی، یعنی شاید موقعی که اون برنامه گذاشته شد به این فکر نمیکردن ادامه دار پیدا کنه. اون برنامه رو که من شرکت کردم، بعد نقشه اونجا رو که دیدم توی سایت پارکای ویکتوریا که تمام نقشاش هم رایگان هست، دیدم چقدر جالبه، میشه آدم نقشه رو بگیره و بره راه رو پیدا کنه. بله. برخلاف ایران مخصوصا تو جنگل‌های شمال که ما هر وقت می‌خواستیم بریم حتما با یک راهنمای محلی با همون بود، حتما نه نقشه‌ای بود نه مسیر درست حسابی. دیدم این هم پارکای زیبا هست اینجا و با نقشه‌های نسبتاً خوب و رایگان. بله. این بود که گفتیم خب پس شاید بشه خودمون این کار رو بکنیم بدون راهنما، و این بود که من مطرح کردم با عضو ثابت دوم طبیعت گردی که خانومم هست خدا، که خدا چیه نظرت این کار رو بکنیم؟
اونم که خب سابقه رو داشت و علاقه هم داشت، گفت آره بریم این کار خیلی خوبه، حالا دوستان میخوام بیان خوب بیان. چه جاداره همینجا ازشون هم تشکر بکنیم آره که حتما اگه خدا نبود قطعا این گروه بسیار به اینجا نمیرسید و من تنهایی نمیتونستم پیش برم. بسیار این بود که ما پایه رو گذاشتیم که هر هفته بریم، هفته بود که فقط خودمون دوتا بودیم ولی رفتیم، تعطیل نکردیم. بسیار. تا کم کم شکل گرفت و به زودی یک هسته 20 نفری برای گروه به وجود اومد بدون هیچ هماهنگی قبلی. بسیار. و این هسته اینقدر بچه‌های خوبی بودن و به ما انرژی دادن که خیالمون راحت شد که نه این ادامه پیدا خواهد کرد و ثابت قدم شده. خب سوال من اینه که اگر کسی بخواد الان بینندگان ما الان دارن نشستن نگاه می‌کنن، اگه بخوان عضو این بشن بعد حتما یه فرمی پر کنن یا بعد عضو ثابت بشن؟ بعضی مثل من خیلی خب سرش شلوغه، شما هم همه ایونتاتون همه شنبه است، شنبه ها ما کار میکنم، بعضی موقعاش یه شنبه است، میشه آن ان آف به صورت کژوال بود یا باید عضو ثابت باشی یا هزینه ای داره یا ممبرشیپی داره؟ چی این یه خود میشه توضیح بدیم برای اونایی که دلشون میخواد و علاقمندن که با شما باشن؟ بله، در مورد شرکت در برنامه ها ما دو نوع شرکت در دو نوع عضویت داریم. یه عضویت ثابت هست که خب حق عضویت سالانه میدن برای یک سال. بله. و با اون حق عضویت بخش عمدهش میره برای بیمه‌ای که ما میدیم به بشواکینگ استرالیا که زیر نظر. دلتون میخواد قیمتش هم بگی؟ $50 حق عضویت سالیانه هست برای عضویت دائم. بله، و برای بچهای زیر 18 سال البته رایگان هست. بسیار عالی. خب پس من رایگان دیگه. بله این، اما کسایی که نخوان عضو دائم بشن میتونن به صورت موقت در برنامه شرکت کنن. که ما با طبق دستورالعمل بیمه از اعضای موقت یک تعهد میگیریم اول برنامه. تعهدش هم شامل چیزایی هست که باید تو برنامه رعایت کنن. بله. از جمله اینکه آب و غذای کافی همراهشون باشه، همراه با گروه حرکت کنن، گروه رو ترک نکنن. این که بگن که ما تواناییشو داریم، اینو اونجا میگن که ما توانایی در سلامت کامل جسمی هست، توانایی انجام مسیر رو داریم، بسته به این که ما مسیر چقدر سخت باشه. جزئیات رو قبلا لیدر برنامه اعلام کرد. بسیار. با این شرط دومی که موقت هست، بیمه از ما خواسته که سه بار بیشتر اینطوری شما قبول نکنیم. بسیار. یعنی حد اکثر که ما برای هر بار حق عضویت موقت $5 هست برای برنامه یک روزه، ولی سه بار بیشتر نمیشه اینجوری شرکت کرد. اگر ادامه دیم باید حتما که دائم باشن. بعد اگر که یعنی عضو دائم بشن مثلا دو تا سه تا رو نتون شرکت کنه اخراجشون میکنید؟ نه نه اصلا هیچ محدودیتی نیست، ما فقط خوشحال میشیم که عضو بشن دیگه نه. آره مسئولیت شما کمتره. بسیار عالی. تا حالا خلاص من از اینجاش بعدش نپرسم، اول خوبی بپرسم، بهترین سفری که داشتین تو این 3 سال چی بوده که خیلی خوش گذشته همه هم دیگه استقبال کردن، یعنی جای خاصی بوده یا گروه خیلی خوب بوده؟ سفرهای چند روزه ما که خونه گرفتیم معمولا خیلی خوش گذشته و خیلی خاطر انگیز شده. حالا بعضیاش خاطر انگیز تر شده، بعضیاش شلوغ تر بوده. حالا اگه بخوای یه جای رو اشاره کنی که هم طبیعتش خیلی خوب بود هم گروه خیلی عالی بود، یعنی دیگه مثلا سرگلشه بخواین اسم ببرین، کجا بوده که رفتیم مثلا اصلا وافکتر داشته، مثلا رفتیم جو عجب طبیعتی، چه جای باحالی، خیلی دیگه خوش گذشته، چی بوده؟ سال سختیه چون الان که فکر میکنم خیلی جای قشنگی ما رفتیم. مثلا شده رفتن یه جایی بریم بازم میایم اینجا خیلی خوب بود، یه جای دو دفعه بریم؟ یک جایی هست که برنامه یک روزه هست که شاید ما تا حالا 3 یا 4 بار رفتیم. اونو میگی؟ شاید جزو زیباترین جایی بوده که ما رفتیم، نزدیکم هست به ملبورن. اسمش هست بوش رنجرز بی. یه ساحلی هست که شما از محل پارکینگ تا اون ساحل 2 کیلومتر و 2 کیلومتر طرف مورنینگتونه. من از اون طرف میمونست اینجا بلد نیستم. آره. این بیش، آره این اولا این ساحلش خیلی زیبا صخره‌ایه و چون که دسترسی به ماشین نداره خلوت همیشه و فقط کسایی میان که مثل ما بالاخره دوست دارن یکم ادار راه برن. احتمالاً به خاطر اینه که من نمیدونم من کم راه میرم. آره اون و اون جزء برنامه‌ای بوده که از همه بیشتر تکرار شده، یعنی هر کس خواسته برنامه خوشگل بذاره دوباره اونجا رو بسیار اجرا کرده و جزء جای خیلی زیاده. ایونت خاصی هم میذاریم مثلا یکی از بچه‌های گروه بخواد مثلا تولد بگیره، چه میدونم مثلا یه پارتی بگیره، بگه آقا هم مثلا این سری که رفتیم بیم مثلا پارتی تولدمون اونجا بذاریم. بله اتفاقا بوده تا حالا، یا در قالب تولد بوده که در پایان برنامه اجرا شده،
یا نفر داوطلبانه یه آشی درست کرده، یه بار یه شب عدسی درست کردن، حلیم درست کردن، ما با همین خاطر قابلمه هم خریدیم. آره. اونجا معمولا قابلمه های کوچیک تو خونه یه قابلمه هم خریدیم تهیه کردی، هر کس داوطلبی میاد قابلمه. دل ما رو که شما آب کردیم. الان من میدونم که همه اونایی که نشستن علاقه هم همه ما به سفر و پیکنیک و اینا همه ایرانی‌ها داریم، ولی شاید شانس اینو نداشتیم به خاطر زندگی اینجا خیلی بودو بودو و سریه و خیلی ماشینیه. همیشه اگر هم خواستیم بریم مثلا یه آخر هفته خودمون جمع کردیم رفتیم. چقدر خوب میشه که 20 تا دوست خوب داشته باشن، اصلا چقدر خوش میگذره. الان چون گفتی الان منو یاد برنامه هفته بعد انداختی. هفته بعد چه خبره؟ هفته بعد داریم میریم گیپسلند. بله گیپسلند که بعدن کمپینگ. بسیار عالی. این برنامه چه روزیه؟ شنبه و یکشنبه. همین دیگه، همین کارا رو می‌کنیم. برنامه مثلا 15 نفره بشه، بعد اون 15 نفره که کمتر از یک ساعت پر شد، یعنی پولار هم واریز کردن، بعد شد لیدر با من تماس گرفت که خیلی متقاعد زیاده چیکار کنم، من تنهایی از پس این همه تقاضات بر نمیام. گفتم گفت بکنم 16 تا، گفتیم بکن 18 تا، بعد گفت بکنمش 24 تا، گفت 24 تا، گفت بکنمش 30 تا، گفتم دیگه داره خیلی میری بالا، 30 تاش کرد دیگه، 30 تا بستی، همه یک دو تو لیست انتظارن. آخه همه اون 30 نفره که گفتی برای برنامه ما خیلی چیزه غیر عادی نیست، راحت میان. یه سوال الان برام پیش اومد، بعد وسیله نقلیه همه باید با خودشون باشه یا مثلا شما یه اتوبوسی که داریم میکنین که همه با هم برن شده اصلا این کار بکنین؟ اتوبوس دارن نگرفتیم به دو دلیل، یکی این که اتوبوس رو باید به خوب راننده، البته راننده هم اخیرا پیدا کردیم از بچه های خودمون، ولی گواهینامه خاص میخواست، تا حالا این کار نکردیم. وقتی که برنامه های خارج از ایالت میذاریم، خب حالا اونجا ماشین کرایه میکنیم، حالا یا ون یا ماشین. گروه موزیک هم میبریم با دبه قشنگ آهنگاتون بزنن. گیتاریست داشتیم که مارا گیتار زدن. چه خوب. ولی برای که راحت بشن بچه‌هایی که ماشین ندارن، خب همه ماشین ندارن، ما همیشه تو هر ایونتی یک پست میذاریم مخصوص هم ماشین شدن. و اونجا کسایی که ماشین دارن و جا دارن میان میگن که ما ماشین دو نفر سه نفر جا داریم، از اینجا هم حرکت میکنیم. و اونجا هم که ماشین ندارم میان میگن که خب ما از اینجا میان چند نفریم، و معمولا و بچه ها خیلی همکاری خوبی داشتن تو این زمینه و کم پیش میاد که همه این کانورسیشن ها توی این وبسایت یعنی فن پیج وجود داره، درسته؟ تو فیسبوک. آره. و اینم شاید جالب باشه براتون که ما تو مجموعه عمومی بوشواکینگ ویکتوریا، بوشواکینگ ویکتوریا نهادیه که حساب هد تمام باشگاهی مثل ما است که طبیعت گردی میکنن، حدود شما هم عضوشین؟ بله که ما عضوش هستیم، 80 تا کلاب مثل ما عضوشن با 7-8000 تا عضو. بسیار عالی. اینا اولین که مجموعه عمومی که سال گذشته داشتن یه موضوع ما دادن و اونم چطوری شما تو فیسبوک کامیونیکیتون گروهتون رو میکنن، براشون خیلی جالب بود و جذابترین بخش اون مجمع که از همه باشگاه اومده بودن این بود که ما چطوری تو فیسبوک همین کارو می‌کنیم. بعد و استفاده بهینه از فیسبوک به جای اینکه برام بولی کنیم و همه رو اذیت کنیم. آره. و اتفاقا چند روز پیش دوباره ایمیل دریافت شد از یکی از همین باشگاه‌ها که از من دعوت کردن بیام براشون تو مجمع جلسهشون توضیح بدم چطوری ما از فیسبوک. خب حالا همش که خیلی خوب بود، دل همه رو آب کرد. خاطره بعدم دارین چیزی که مثلا مثلا جای رفتین یه کسی باهات اومد میگه آخ خدا کاشکی نبود مثلا نمی‌شد یا نمی‌رفتین؟ بعد که نمیتونم بگم، ولی یک جوری بوده که هیجان برنامه رو برده بالا. یه بار این مورد گمشدگی داشتیم توی پارک ویلسون پروم، اگر رفته باشیم پارک خیلی بزرگی هست. آره. جهت دستشویی رفته بودن گم شدن؟ نه این بود که یکی از بچه‌ها که خیلی هم قوی بود حس کرد که برنامه داره خیلی طولانی میشه و خسته میشن بچه‌ها تو برسن، چون از صبح راه افتاده بودیم تا شب طول میکشید. بله. این به این فکر افتاد که میانبر بزنه زودتر برسه محل ماشینا و ماشینا رو بیاره این محل نزدیکتر که فشار روی بچه ها کمتر بیاد. ما موقع نهار بود یک دفعه متوجه شدیم که این آقا نیست. به دوستش گفتیم، گفت آره این رفته میانبر بزنه. بعد گفتم خب بهش پیام بده که برگرده، این از مسیر خارج شده. که پیام داد گفت که من یک شیبر اینطوری رفتم بالا دیگه نمیتونم برگردم پایین. عجب. و این بود که به مرور فاصله اون از ما بیشتر شد و ما هم کاری نمیتونستیم بکنیم تا هفته نیم شب که رسیدیم به مقصد، و اونم آخرین پیامش این بود که من خستم و شارژم داره تمام میشه. این آخرین پیام بود که ما از اون گرفته بودیم، خیلی پیام استرس زایی بود. بله بله. و اونجا بود که ما برای اولین بار مجبور شدیم که گزارش بدیم به پلیس.
که برای یکی از بچه‌های ما گم شده و اونا خیلی سریع اقدام کردن. اول از پارکمانای پارک خواستن، ما توضیح دادیم بهشون که کجا گم شدن، خیلی سریع متوجه شدن که این کجا از ما جدا شده. و دوتا از پارکبانا با این موتور چهارچرخ رفتن توی مسیرها که بتونن پیدا کنن و بعدش هم پلیس اومد و هلیکوپتر فرستاد تو منطقه رو گشت، بازم نتونستن پیداش کنن. و داستانی بده فیلم خودتون داشته. شد ساعت 11 شب. عجب. گفتن این مسیری که ایشون رفته تک هر ساعتی 400 متر بیشتر نمیشه رفت. یعنی این مطمئن باشه این که نمیرسه مقصد. این شب میخوابه اونجا، هوا چون خوبه، حیوان وحشی هم نداره، مشکلی براش پیش نمیاد. شما نگران نباشین، 11 میشه برین خونتون به کار زندگیتون برسین که فردا میخوام برین سر کار، چون یک شنبه شب. ما 11 حرکت کردیم به سمت ملبورن. یکی از بچه‌ها رو پلیس گفت که کنار ماشینش باشه که اگه اومد ما گزارش بده که این پیدا شده. بله. یکی از بچه‌ها اونجامون یه ساعت بعد تو راه ما زنگ زد که این راهو پیدا کرده. عجب، چه خوب. و خب خیلی در نهایت خیلی شیرین تمام شد، ولی عواقب سوپرمن بودن یه نفر. آره، خیلی هم عالی. خیلی بحث قشنگی، ببخشید قطع می‌کنم. دارم که یه بریک بگیریم، برگردم شما هم چایتون سرد نشه. در خدمتتون هستیم. یه بریک کوتاه می‌گیریم، شما رو می‌بینیم. عزیزان همراه، خوش اومدین به برنامه خودتون. حالا من یه خاطره بگم، ما عموما چایمون قندپهلوه. از شانس شما خوب اشاره کردیم، این دفعه چای ما قندپهلو بود، ولی خب الان از اون برای صحنه کمک کردن و یه خود قند ما رسوندن. اشکال نداره، چون قند از نظر هرم غذایی بهتر کمتر مصرف بشه. و به هر حال برنامه خودتون خیلی خوش اومدین. خیلی هم خاطره خیلی خوبی بود. اصلا منم نشسته بودم اینجا همش منتظر بودم آخر داستان چی میشه. خیلی جالب بود. حالا از بحث طبیعت گردی که بریم، میخواد بحثی ذره جدی تر بکنیم. اینه که توی کانون که شما فعالیت دارین، کارهای اصلی که میکنی یعنی چجوری؟ اصلا مثلا شما میگین که سمینار میذارین برای کتابخونیه، اینا ایونتاش هنوز توی وبسایت خاصیه یا فیسبوک خودتونه، یا چجوری به مردم اطلاع میدید؟ بله، ایونت های من قبلا شما گفتم، ما کانون ایرانیان جزو قدیمی ترین نهادهای ایرانی اینجاست. بله. پیشینه 25 ساله داره و امسال همزمان با جشن نوروز 25 سالگردش هم جشن گرفته میشه. و با این پشتوانه خوبی که هست، ما خیلی دوست داریم که مردم بیشتر همکاری کنن با ما و بتونیم سرویس بدیم به جامعه ایرانی ما. یکی از سرویس هایی که من خودم شخصا بیشتر باش درگیرم همین گذاشتن سمینار هاست که شما اشاره کردین و کتابخوانی که اونم اشاره کردین. بله. سمینار ها رو قبلا توی گروه فیسبوکی کانون میذاشتیم. بله. گروهی که الان 4000 خورده عضو داره. الان مدتی که در صفحه کانون میذاریم. بله. و فرق صفحه و گروه احتمالا میدونین که صفحه چیز پابلیک همه میتونن ببینن، ولی گروه رو فقط اعضا میتونن ببینن. مثلا از حالت خصوصی به پابلیک تغییر دادین؟ آره، قبلا منظور ما این نبود که خصوصی باشه، ولی بله. چون گروه فیسبوکی داشتیم تو گروه میذاشتیم، الان توی پیج میذاریم و قابل شیر کردن در جای مختلف هست. بسیاره. و تجربه خوبی بود، افراد بیشتر شرکت کردن، مخصوصا در سمینارهای کاریابی که ما گذاشتیم. سمینار رو ادامه داریم، این هفته سمینار داریم در مورد کاور لتر، هفته دیگه سمینار داریم در مورد رزومه نویسی. و شما هم که داوطلب شدین که برای سمینار، برای ریل استیت اگه بخوام من در خدمتتون باشم. آره حتما، بیان تجربیات و اطلاعات قانونی که شاید خیلی از دوستان ایرانی لازم داشته باشن قرار بدین. و کتابخوانی هم که ما اشاره کردم، هر ماه ما نشست کتابخوانی داریم. بله. راجب کتابخوانی من یه سوال کنم، موضوع کتاب همیشه مثلا چجوریه؟ قبلش از طرف مردم تقاضا میشه یا اعضابش فکر میکنن، یا کتاب خاصی که مثلا چجوریه؟ بعد این کتاب انگلیسیه فارسی حتما باید باشه نه؟ شروع کتابخوانی با حضوری که دوستان ادیبمون و شاعرمون اینجا آقای قایقلو بود که یک کتاب ادبی رو پیشنهاد کردن در مورد طریقه نگارش. بله. چون اینجا میدونین که ما میایم اینجا، حالا بعضی همون انگلیسیمون که خوب نمیشه، فارسیمون خراب میشه. دستخط منو دیدین شما؟ آره، اصلا قابل خوندن نیست. خود منم خوندن. آره، اون جلسه اول بود
جلسه اول کسایی که شرکت کردن ما ازشون نظرخواهی کردیم که دوست دارین چطوری پیش بره روند کتابخوانی. جلسات اول با خوندن کتابای داستانی قله‌های ادبیات ایران شروع شد، مثل صادق هدایت، محمود دولت‌آبادی، هوشنگ گلشیری. اینطوری پیش رفتیم که از هر کدوم از این مشاهیر یک کتاب یا دو تا کتابو مطالعه کنیم. من اصلا میس کردم. فقط یه سوال، الان وقتی میگی کتابخونی یعنی مثلا، چون نمیدونم دارم پرسن، یعنی ما میشینیم اینجا و یه نفر این کتاب رو برای ما میخونه اینجوریه، یا همه دور یه میزی هستن و کسی قسمتی از کتاب رو میخونه؟ کتاب رو ما موقعی که ایونتش رو میذاریم معمولا یک ماه قبلش این کار انجام میشه و لینک دانلودش رو میذاریم. البته ما خودمون این آپلود نکردیم. بله. دیگران آپلود کردن، ما فقط کردن نمیگیریم شما. آره ما البته اینجا هم چاره نیست، ما اگه بود در اختیارمون دوست داشتیم که بخریم و کمک کنیم به ناشرا و ولی خب اینجا خودتون میدونین که دسترسی به کتاب فارسی خیلی سخته. بنابراین لینک پی دی افش رو میذاریم از یک ماه قبل، کسایی که دوست دارن شرکت کنن میان تو این یک ماه فرصت دارن کتاب بخونن و در جلسه که داریم دو ساعت و نیم سه ساعت طول میکشه میان حول و حوش موضوعات کتاب و برداشتی که هر شخص داشته اونجا بحث میشه. بله. بعضی هم اصلا فقط کتاب میخونن و نمیرسن بیان ولی کتاب بالاخره میخونن. اما به این باعث میشه این ایونت که کلی آدم آخرین ایونت که قرار دارید مثلا به معرف آپکامینگه کدومه که داره میاد؟ آخرین ایونت همین سه‌شنبه هفته دیگه است، معمولا سه‌شنبه دوم ماه برگزار میشه کتاب خونیمون. من میخوام استعفا بدم از برنامه گفتگو، سه‌شنبه رو میام در خدمت شما. کتاب خونی دوستان، الان کتابی که الان دارن میخونید یا معرفی کردین چیه؟ این بار برای اولین بار ما بعد از اینکه 10 جلسه با کتاب‌های ایرانی رفتیم جلو، پیشنهاد شد دوستان که کتاب‌های خارجی هم به مجموعه کتاب‌ها اضافه بشه، کتابی که می‌خونیم. و کتاب هفته دیگه اگر که عنوانش یادم نره و آبروم نره باید فکر کنم در موردش، چون خودم هنوز نخوندم برای شب آخر. راجبه یه رمان خیلی معروفیه که کلی جایزه برده، از نویسندگان قرن بیستم هست و یه ترجمه خوبی هم ازش شده که ما لینک ترجمهش رو گذاشتیم و انگلیسی کتاب رو هم باز دوستان لینکش رو گذاشتن، کسی که دوست دارن انگلیسیش رو میخونن و کسایی که فارسی براش راحت تر فارسی میخونن. بحث انگیزترین کتابی که توی کتابخونی گذاشتین چی بوده؟ همین آخرین جلسه که داشتیم کتاب بوفکور صادق هدایت بود که اصلا همین اسمش گذاشتیم بحثش اومد. آره اون دیگه بسیار کتاب سنگینیه، چون خیلی هم ایمو اشاره داره، نوع خوندنش خیلی قلم صادق هدایت بسیار قویه، بعد برداشتای شخصی خیلی زیادی ازش برداشت. کتاب تاریک چرا میزنی؟ خود مردم شما که اینقدر گردشگری میکنی چرا؟ ما سعی میکنیم از زاویه روشن بهش نگاه کنیم. و اینم بگم که جمع خیلی خوبی شکل گرفته، دوستانی که اومدن همه اهل کتاب هستن، چند نفرشون اساتید دانشگاه هستن اینجا، شاعر داریم و بقیه دوستان که اهل کتاب، و خیلی واقعا جلسه پرباریه که ما هر وقت نه خیلی علاقه مند شده منتظریم که بیاد هر ماه که حالا میدونم که خیلی هم از بینندگان که نشستن مثل من خیلی علاقه مند شدن. دوباره این هم عضو شدن داره یا بعد ممبرشیپ داشته باشی یا چه جوری میتونی شرکت کنی؟ نه حضور در جلسات آزاد، نیاز به ممبرشیپ هم نداره. ایونت های کتابخوانی در گروه کتابخانه ملبورن گذاشته میشه، یک گروه بسته است که آدم ها باید جوین بشن. خودشون چه جوری میتونیم جوین بشیم؟ فکر میکنم اگه فارسی بنویسیم کتابخانه ملبورن در فیسبوک بله بتونین گروهش رو پیدا کنین، درخواست جون میدیم و ما همه رو میپذیریم، هیچ محدودیت نداره، فقط این گروه. یعنی اسم من رو دیدین دیلیت نمیکنین در جا؟ نه نه من اینجا دوربین دارم، هفته دیگه به وحشه میذارم. خب پر استقبال ترین کتابی که معرفی کردی، یعنی مثلا جمعیت اگه 25 تا بود یا شده 47 تا؟ آره یک جلسه بود که دیگه اتاق پر شد، باید فکر کنم ببینم کدوم کتاب بود، الان یادم از روزه ندارم چه کتابی بود. همش رمانه یا؟ تا الان فقط رمان خوندی؟ بسیار. تا الان فقط رمان خوندی. آقای آشوری، این همه زحمت میکشین برای جامعه ایرانی، برای کامیونیتی ایرانی، اینقدر وقت میذارین، برنامه های مختلف و مفرح و آموزنده میذارین، شده کسی یه کامنتی، یه حرفی
یه چیزی باشه یا یه اتفاقی افتاده باشه شما یه خاطره بگین خستگی به تنتون مونده باشه. سوال خیلی خوب مطرح کردین، چون من خیلی یادم که اومدن جلو با انرژی ولی با همین کامنتایی که شما میگین کم کم پس کشیدن و رفتن کنار. فکر میکنم چند تا عامل بوده که من هنوز نگه داشته بعد از 4 سال که اومدم اینجا و به حال یک جوری از همون اول اومدیم توی کامیونیتی و ارتباط برقرار کردیم. یکیش که شاید پوسکلوف بودن بوده، طبیعت گردی کار خودشو کرده، زندگی در شرایط سخت. آره بالاخره خیلی چیزا رو که میاد این کامنت های منفی رو ما ایگنورش میکنیم، فراموشش میکنیم، شاید هم بعضیاش اصلا نفهمیم. به قول بچه‌ها میگن تو بعضی از جای احساسیت کار نمیکنه. بعد شما باید بیان اینجا تو برنامه دریملند. به خدا ما یه کامنت های میشنویم بعضی موقع من چند دفعه میرم مدل موام عوض میکنم، زیاد فر میخوره بعد ازم صاف. نکته دیگه ای که هست اینی که خب این کارا عشق و انگیزه میخواد دیگه. کار داوطلبانه من همیشه بچه‌ها میگم بچه‌ها اگه میخواین کار داوطلبانه بکنین با عشق بیاین جلو. وظیفه که شد خراب میشه. درسته. تا وقتی که عشق هست میاد جلو. خب این یک جورایی هنوز زحمت نمرده و بوده و البته کامنت های مثبت بسیار زیاد بوده که به شما رو ثابت قدم میکنه. اینا خیلی ما انرژی داده. اینا خیلی ما انرژی. شما از جای پول میگیری؟ این پولا رو چیکار میکنی؟ از این صحبت ها میکنن؟ آره. الان این ماشینی که خریدین از همین پول جامعه ایرانی درست؟ از کجا به کجا وابستگی داری؟ آره دقیقاً. بسیار واقعا دستتون درد نکنه. خیلی پر انرژی. ماشاءالله خیلی هم فعال. خیلی هم سازنده و مثبت. خواهش می‌کنم. من سعی کردم تو این فعالیتام حداقل کانتکت میگن چی میگن بله. حداقل تنش رو داشته باشم با تیپ های مختلف بله. افرادی که جامعه هستن. احتمالا شما میدونین که ما اینجا خیلی تیپ های مختلف داریم. خوب میدونم و احتمالا آره. ولی من از همون اول تو ذهنم بود که یه جوری پیش برم که حداقل تنش با هموطنان اون پیش بیاد و فکر میکنم تا حدی موفق بودم دیگه. حالا چون الان توی دوستای ما تو گروه های ما از همه تیپ افراد، یعنی شما هر چیز ملاقات قرار بدی متغیر هست توی آدم ها و هستن و خوشحالیم از این موضوع. چای خوب بود تا چای سرد بود که حالا بحث ما خیلی داغ بود. خودش اگه چای خیلی سرد نمون نوشه جونتون. حالا این چای رو دادیم برای اینکه شما هم یه بحث رو باز کردین که میدونم که خیلی منتظرش بودیم که اینجا برسیم. خود بحث داغیه، یه خودم حساسه. قبلش من بگم که اصلا قصد توهین یا مثلا بی‌احترامی کسی نداریم، درد و دل خودمونیه. یعنی برادری که خیلی دلش برای جامعه ایرانی میسوزه این همه هم داره کار میکنه دیگه. حالا اگه من بگم میگن که تو برای خود بیزنس داری یا کال خودتو میبری. دوست ما هر صبح تا شب داره زحمت میکشه که این جامعه ایرانی منسجم تر بشه. شاید بهترین کسی که من میتونستم این سوال ازش بکنم همین آقای حمید آشوری بود. چرا ما 100 دسته‌ایم؟ واقعا 100 دسته‌ایم توی جامعه ایرانی؟ من فکر میکنم که ریشهش برمیگرده به شرایطی که ما توش بزرگ شدیم. شرایطی که ما داشتیم در ایران و ما تو اون شرایط بزرگ شدیم شاید ریشهش به اونجا برگرده از نظر. پس شما قبول دارید که ما 100 دسته‌ایم؟ متاسفانه هست این. و اینکه یه کمی انعطاف پذیری میخواد. من حالا اشاره میکنم دوست داشتین. بله حتما. گروه آرشیو استرالیا که من اشاره کردم به شما که 13000 عضو داره، این استارتش از جای خورد که من یه پستی گذاشتم توی گروه زیر آسمان شهر. بسیار 4 سال پیش بود فکر میکنم. پست مقاله مصاحبه با یک جامعه شناس بود تحت عنوان که ایرانی ها در جامعه دموکرات زندگی نمی کنند، به سر می برند. بله. این کامل اونجا توضیح میده که ایرانی ها وقتی میرن تو جامعه بیرون که دموکرات هست دموکرات نمیشن. اونجا فقط سر می کنند، خودشون دموکرات نمیشن. بعد ماده بود ریشه های جامعه شناختی نورده بود. در نظر من خیلی زیبا بودین. بسیار. اینو من اونجا لینکشو گذاشتم توی زیر آسمان شهر و بلافاصله بعد از اینکه چند تا کامنت خورد و اینا پاک شد. بعد یه جورایی به من چیز شد، به من برخورد. گفتم این به نظر من خیلی مفید، اینو باید هر کسی که میتونه بخونه رو بدونه که ما چرا اینجا که هستیم. دوباره رو عقاید خودمون پافشاری میکنیم که متنوع هم هست پافشاری و فقط خودمون رو قبول داریم، هیچ کسی رو نمیتونیم قبول نداریم. این بود که استارتون آرشیو استرالیا خورد و حالا اینطوری. بسیار خب راجب این بذارید من یه
چند هفته پیش روز استرالیا بود توی اینجا و خب همه تقریبا میان تبریک میگن روز استرالیا و این یه خاطره شخصی میخوام بگم. خب به هر حال من نصف من الان توی استرالیا چند ندارم اینجا زندگی میکنم و اینجا رو خونه خودم انتخاب کردم و فکر کنم که نشون دادم که من فارسیم هم حتی عوض نشده، هرچقدر زبان انگلیسی بهتر شده و باش کار میکنم و زندگی میکنم، حتی توی خونه با پسرم هم همین زبان انگلیسی حرف میزنم، ولی هیچ وقت یادم نرفت از کجا اومدم. هنوز به قول من روابطم خیلی خوب نگه داشتم ولی یه فاصله گذاشتم بین خونه پدری و اینجایی که خونه رو انتخاب کردم و از اینکه استرالیا به قول معروف آغوش باز کرده برای من زندگی درست کرده خب تشکر کردم. خب خیلی ها این کارو میکنن ولی خب من یه سری کامنت گرفتم که برای من خیلی، یعنی واقعا منو به فکر واداشت که ما چرا اینقدر با هم دشمنیم، یا حالا اگه نگم دشمنیم چرا به عقیده های همدیگه احترام نمیذاریم. بعد با بدترین وجه و شکلش کسی که این کامنتو گذاشته تنبیه میکنی. یکی اینه که اگر که شما اینجا هستین مثلا میرین گردشگری خوش میگذرونین، این یعنی این که مثلا یادتون رفته تو ایران مثلا مردم فقیرن و گشنه، یادتون میره که مثلا یه سری پناهجو هستن که تو نارو هستن، این اینو میگه. یا اگه خوشحالین که الان توی استرالیا هستین، روز استرالیا هست، این یعنی این که یادتون رفته از کجا اومدین. سال خیلی سختی آره. بعضی وقتا کامنت های میاد طرف ما که شما یک سری حال خوشگذرونی هستین، اصلا کار میکنین شما همش رو طبیعتین. واقعیتش اینه که اون نگاه به نظر من هست، یعنی هیچ کس نمیتونه تاریخچه و پیشینش رو فراموش کنه و مسئله که ما تا ایران داریم رو فراموش کنیم. ولی من خودم شخصا که اومدم اینجا اولویتم شد جامعه اینجا به عنوان یک نمونه از جامعه ایران. بله. چون من دیدم که همون تیپ افرادی که اونجا بودن اینجا هم هستن با اختلاف دیدگاه ها، چه دیدگاه سیاسی چه دیدگاه مذهبی، همه جوره. اینو من به عنوان یک سمپل بهش نگاه میکردم، اون نمونه که چطوری میشه باش تعامل داشت. بله. و خب خیلی تجربیات خوبی برام بود، خیلی چیزها رو یاد گرفتم و هنوزم دارم یاد میگیرم تو این موضوع. و البته گروه های هستن اینجا مثل گروه یارا بنیاد خیریه که خب کمک جمع میکنم میفرستم برای بچه های اون ور، یا زنجیره حلقه امید فکر کنم، بله، که ما هم تو یک ایونتی باهاشون مشترک ایونت گذاشتیم و حدود 5000 دلار جمع شد ارسال شد برای بچه های ایران. ولی به نظر من اینا با هم دیگه مغایرتی نداره. درسته. یعنی ما فعلا اینجاییم و داریم از امکانات اینجا استفاده میکنیم و به نظر من وظیفه هر کسی هست که یک جوری دینش رو ادا بکنه به این. یعنی این که شما دولت استرالیا رو تایید میکنید اگه بگین مثلا استرالیا جای خوبیه، یا مثلا من راضی هستم اینجا؟ نه، این اصلا همچین معنی نداره. من اتفاقا تو راکین اومدم اخبار رادیو رو گوش میکردم در مورد گزارش هفت پزشک در مورد وضعیت بد کمپای نارو، همین امشب تو رادیو گفت که فردا توی دادگاه قرار مطرح بشه. خب اینها رو ما میبینیم و توی یک تجمع هم شرکت کردیم بعد از اینکه رضا براتی در کمپ فوت شد، خودمونم خودش توی همایش شرکت کردیم و واقعا از نظر من، از نظر شخصی من، این برخوردی که توی کمپا صورت میگیره واقعا شرم‌آوره و از نظر حقوق بشر، و اینا سعی میکنن که همه رو بپوشونن، بعض وقتا یه چیزای درز میکنه و درسته. ولی این دلیل نداره که از زندگی روزمره‌تون توی کشوری که به عنوان خونه انتخاب کردین چیز رو تغییر بده. همچنان ما خانواده داریم، هنوز میتونیم گردش بریم، میتونیم از جایی که هستیم لذت ببریم. آره این دو بود میتونه داشته باشه که گفتم ما اوقات فراغتمون اینجا بیشتر با ایرانی هست. تو کارم من خودم سعی میکنم کار درست انجام بدم و خیلی جاحت خودم آدم یک تغییرات ایجاد کردم که کاستومر راحت تر بشه، کسی که با مشترک هست مشتری بله. هست و فرقی نمیکنه. به نظر من جفتش ما داریم اینجا زندگی میکنیم و جزی از این جامعه هم هستیم. حمید عاشوری سیاسیه؟ فکر کنم بتونم بگم آره. بعد کار اجتماعی که میکنید شما دلتون میخواد که مثلا شما رو چجوری بشناسن؟ یعنی مثلا کار اجتماعی میکنید که یه کاری کرده باشین برای جامعه، یا دلتون میخواد که مثلا هم میگن حمید عاشوری چه پسر خوبیه؟
البته هر کسی دوست داره که دیگران بگن پسر خوبیه، این که داره شکی نیست. یعنی مثلا من آرچی استرالیا درست میکنم که لایک بگیرم، یا دلم میخواد یک کاری برای جامعه ایرانی بکنم. آها اون که خب کاره هست ولی لایک هم میاد. صداقتشون خیلی خوبه. خب خدا رو شکر که الان یه نفر داره تو صداقت داره. خیلی عالی. واقعا چای قمپلو مون رو چای قمپلو کردی. اصلا یکی از بهتریناش بوده. خیلی ممنون. صداقت کلماتتون رو دوست دارم. چیز خاصی هست که بخواید شیر کنید؟ اینجا میدونم که شما به هر حال تریبون زیاد دارین که با جامعه‌تون صحبت کنین، ولی همیشه گروهیه. مثلا یه سری دسته مثلا مال طبیعت که مال کانون خورده، مثلا مال آشی استرالیا است، ولی ما الان طیف‌های مختلفی داریم الان که دارن شما نگاه می‌کنن. حمید آشیرو دوست داره که یه پیغامی رو مستقیم به جامعهش بده. من واقعا دوست دارم که هر کسی که تو جامعه ایرانی هست و فکر میکنه از تخصص و تجربهش میتونه در اختیار دیگران بذاره و کمک کنه که یه گام، نه خیلی گام های طولانی، یه گام یک نفر بره جلو، نه باز همه جامعه، چون میدونم اهداف بلند و ایدئالی هیچ وقت بهش نمیرسیم و ناامید میشیم. یه هدفای کوچیک، یه پله، هر کسی میتونه به نظر من، و هیچ کس به نظر من، هر کسی قابلیت ویژه خودشو داره. همه، هر آدمی که نگاه کنی یه قابلیت منحصر فرد داره که میتونه از اون در رشد جامعه کمک کنه. و من فقط دوست دارم هر روز یک نفر به افرادی که میان تو این راه قدم میذارن اضافه بشه. حالا یه روز یکی شاید زیاد بشه، بالاخره از هر تریبون یک نفرم بیاد. بسیار خدا قوت، واقعا دستتون درد نکنه. ماشاءالله به این همه انرژی، این صراحت کلام، که خیلی خوبه که جامعه ایرانی یه نفر آدم سخت‌کوش، یه نفر آدم دلسوز، یه نفر آدمی که صادق باشه مثل شما رو داشته باشه. واقعا باعث افتخار جامعه ایرانی. حرف خاصی قبل از اینکه برنامه رو بزنم، نظرتون راجع به چای قمپلو چی بود؟ خوب بود، خیلی خوب بود. من همون که مصاحبه صورت غیر رسمی شد، من خیلی دوست داشتم، چون من خودم خیلی آدم جدی و رسمی نیستم، بلد نیستم یعنی باشم خیلی رسمی و جدی، و این بود که خوش گذشت. خیلی خوب، به ما که خیلی بیشتر خوش گذشت. مطمئنم که بینندگان الان حسابی لذت بردن از این برنامه. یکی از برنامه‌ها، باید اعتراف کنم، حالا شما صلاحیتی کلام داشتید، یکی از برنامه‌های عالی بود که من تا حالا ضبط کردم و خیلی لذت بردم. ممنون از آقای آشوری، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. من از شما خدافظی می‌کنم. خوش اومدید به برنامه خودتون عزیزان بیننده. میدونم که این برنامه خیلی برنامه خوبی بود. قبل از اینکه بخوام برنامه رو تموم کنم، دلم میخواد که چند تا کلمه با شما صحبت کنم. آقای آشوری اینجا بودن، خیلی مسائل خوبی رو اشاره کردن. خیلی دلم میخواست که منم راجع به موضوعات با شما بیشتر حرف بزنم. از اون دست مسائلی نیستش که با یه برنامه یا دو تا برنامه بشه جمعش کرد. میدونم که شما الان خیلی نظرات خاص دارین، پیشنهاد تو ذهنتون هست، سوال تو ذهنتون هست، به ما لطف کنید، منت بذارین، پیغامهای خودتون رو از سامانه‌های مختلفی که میدونید در اختیارتونه به ما برسونید. خوشحال میشم که از شما بشنوم. میدونید که از هفته قبل یه آیتمی تای برنامه گفتگو است که فوق‌العاده است. آقای فرهاد عزیز با دکلمه‌های گرمشون این برنامه رو پربارتر کردن. همیشه روز و شب خوبی داشته باشین، لبتون خندون باشه، با هم دیگه باشین، با هم دیگه خوب زندگی کنید. حمید قاسمی هستم، بانگ جرس رو بشنویم. خداحافظ. اینجا سرزمین واژه‌های وارونه است، جایی که گنگ جنگ می شود، درمان نامرد، قهقه حق حق، اما دوست همان دوست است، درد همان درد است و گرگ همان گرگ است. بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچی، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن. عبادت
از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست، سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه. اینجا سرزمین واژه‌های وارونه است. کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی کار بهت گندم نشون میدم، بذار بازی کنن بازم برام با همین نقش. خدا هرگز کسایی رو که حق خوردن نمی بخشه، کسایی که به هر راهی دارن روزی تو می گیرن، گمونم یادشون رفته همه یک روز می میرن، جهان بدجور کوچیکه همه درگیر این دردی، همه یک روز میفهمم چه جوری زندگی کردی. آری، سرزمین واژه‌های وارونه سرزمینی است که من نم زده است، یار رأی عوض کرده است، راه گویی هار شده، روز به زور میگذرد، آشنا را جز در انشا نمی بینی، و چه سرد است این درس زندگی، اینجاست که مرگ برایم گرم می